سرخط خبرها. کشته شدن 9 طالب در اثر حمله جبهه آزادی در اندراب. برافراشته شدن پرچم داعش در ولایت جوزجان. آغاز عملیات نظامی تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان. کشته شدن 3 تن از اعضای نیروهای خیزش مردمی حکومت پیشین توسط طالبان در ولایت تخار. بازداشت 1 معلم در اندراب بغلان توسط طالبان. غصب موترهای شخصی مردم در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی توسط نیروهای امارات اسلامی طالبان. ملا برادر میگوید ما در حالی به کابل آمدیم که تمام بانک ها و اموال مردم غارت شده بود. و پنتاگون میگوید در موجودیت طالبان گروه القاعده فعالیت های خود را گسترش خواهد داد. با تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز پنج شنبه 29 ثور برابر است با 19 مه سال 2022 میلادی. مشروح خبرها. کشته شدن 9 طالب در اثر حمله جبهه آزادی در ولسوالی اندراب. جبهه آزادی افغانستان گفته است که در درگیری اندراب با نیروهای امارات اسلامی طالبان 9 تنشان کشته شدند. جبهه آزادی با نشر نوار میگوید که در نتیجه درگیری چریکای این جبهه با طالبان در دره قاسان اندراب 9 طالب کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که این روزها فعالیت جبهات ضد طالبانی افزایش یافته و نیز بر اساس گزارش‌های نشر شده از سران حکومت پیشین نیز در یک نشستی در ترکیه تصمیم به تشکیل یک جبهه ضد طالبانی گرفتند. برافراشته شدن پرچم داعش در ولایت جوزجان. پس از 2 سال پرچم داعش در درزاب جوزجان بار دیگر برافراشته شد. منابع محلی به رسانه‌های افغانستان میگویند که پس از 2 سال از برچیده شدن گلیم داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، آنها بار دیگر بر سر یک پاسگاه طالبان و روبروی یک قرارگاه طالبان پرچمشان را برافراشتند. تا کنون طالبان در پیوند به این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفتند. آغاز عملیات نظامی تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده است که عملیات نظامی را به هدف مقابله با تروریسم در مرزهای مشترک با افغانستان و چین آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که این عملیات در ولایت گرنوی بدخشان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان و چین راه اندازی شده است. این عملیات در پی درگیری های اخیر بین معترضان و نیروهای امنیتی تاجیکستان در مرکز ولایت بدخشان صورت می گیرد. در این درگیری دست کم یک معترض کشته شد و شماری از نظامیان تاجیک نیز زخم برداشتند. کشته شدن 3 تن از اعضای نیروهای خیزش مردمی حکومت پیشین توسط طالبان در ولایت تخار. منابع مردمی در ولایت تخار میگویند که افراد طالبان 3 عضو نیروهای خیزش مردمی حکومت پیشین را در این ولایت تیرباران کردند. با گفته منابع محلی این رویداد شب گذشته در روستای قردونگ هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار رخ داده است. افراد کشته شده عوضخان، حیات‌الله و عبدالقاسم نام داشتند و ظاهراً به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی کشته شدند. طالبان یک معلم را در اندراب بغلان بازداشت کردند. منابع در اندراب ولایت بغلان میگویند که طالبان محمد اکبر معلم لیسه اونوی اندراب را بازداشت کردند. این منابع روز چهارشنبه بر روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان این معلم را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. منابع می‌افزایند که این معلم هیچ رابطه‌ای با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در افغانستان ندارد
و تنها وظیفه خیش را به پیش می‌برد. باشندگان ولسوالی اندراب ولایت بغلان طالبان را متهم می‌کنند که افراد را صرف به جرم اندرابی بودن بازداشت و شکنجه می‌کنند. غصب موترهای شخصی مردم در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی توسط طالبان. منابع محلی در ولایت غزنی می گویند که طالبان در این ولایت موترهای شخصی مردم را به نام موتر دولتی مصادره می کنند. منابع محلی در ولسوالی جاغوری غزنی افراد طالبان را به باجگیری از مردم متهم کرده و می گویند که ده ها اراده موتر شخصی باشندگان این ولسوالی از سوی طالبان به نام موتر دولتی مصادره شده است. با گفته یه منابع طالبان روز گذشته 30 اراده موتر شخصی مردم را به نام موتر دولتی مصادره کردند. منابع میگویند که طالبان شب هنگام وارد خانه های مردم شده و دست به مصادره موترها میزنند. ملا برادر میگوید ما در حال به کابل آمدیم که تمام بانک ها و اموال مردم غارت شده بود. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس وزرای طالبان در سفرش به امارات متحده عربی در دیدار با شماری از بازرگانان افغانستان از آنان خواسته است تا به کشور برگردند، چون به گفته آقای برادر اکنون امنیت در افغانستان تأمین شده است. ملا عبدالغنی برادر اضافه کرده است که آنان در حالی به کابل وارد شدند که تمام بانک ها و اموال مردم غارت شده بود. وی خطاب به تجاران افزوده است که در کشور خیش که علاقمند به سرمایه گذاری در هر بخش هستید با اطمینان کامل می توانیم بگوییم که امارت اسلامی زمینه آن را برای شما فراهم خواهد کرد. ملا برادر علاوه کرده است که این مسئولیت طالبان است که فضای کاری امن را برای بازرگانان فراهم کند. معاون رئیس الوزرای طالبان افزود که این کشور را یک جا با هم بسازیم. وی ادعا می کند که خوشبختانه با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان فساد ریشه‌کن شده و زمینه مناسب کاری مساعد شده است. این گفته های آقای برادر در حال صورت می گیرد که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد و فقر و بیکاری به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. و پنتاگون میگوید در موجودیت طالبان گروه القاعده فعالیت های خود را گسترش خواهد داد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در گزارش گفته است که طالبان احتمالاً محدودیت ها بر گروه القاعده را کاهش دهند و این مسئله منجر به گسترش فعالیت های این شبکه تروریستی در افغانستان و خارج از این کشور خواهد شد. در گزارشی که روز گذشته از سوی پنتاگون نشر شده آمده است که با موجودیت طالبان در قدرت گروه القاعده آزادی عمل بیشتری را خواهد داشت و می تواند خود را برای عملیات های بیرون از افغانستان آماده کند. بر اساس این گزارش گروه داعش شاخه خراسان نیز در تلاش سربازگیری است و ممکن به بزرگترین تهدید در افغانستان مبدل شود. پنتاگون گفته است که در حال حاضر گروه داعش احتمالاً 2000 نیرو دارد و در چند ماه گذشته مسئولیت دست کم 41 حمله تروریستی در افغانستان و پاکستان را به عهده گرفته است.